خوش آمدی به ادب. جانت زور آجی. ریش برد بسیار میزه با. بفرما به ادب. بعد انتظار شما هم رو رفیق تزبیه شدم بیاده، اما دیدم که نمیشه. ما مستاد تزبیه سازی شدم. شفاق کجاست؟ بیاده پولات علمدار شفاق از بین بود. حال وقتش است که بای پولات علمدار معرفی شویم. یامو بیادر خورده تو نیست واش. ماشاءالله قدیره ببین کلان آدم شده. فدای سرت بیادر، خوب تربیش کردیم. سایلا کو کارتا کو. درست است بیادر. بیادر ما باید پنهان می بودم. بیادر تمام استخبارات در تعقیب ما بودن. ما نقش استاد تسبیح سازی را اجرا می کردم بیادر، با خالکو بی نمی شد. این دستت باید قد می کدی سواش. بعد بخت به جایی که خالکو بی مرا پارت می کدی باید دستت قد می کدی. قرار آمد چی کنه؟ چی میکنی قرار خود از بین میبری؟ قرابا پولاد علمدار کار میکنه بیاده. پولاد علمدار دیگه کیا زنه دی؟
ما باید راه پشت سر بگیره. با توی خود دکار خوردن هم ایتانم قدر بیرون شبه. گیر ماندن عبدالحی، گیر ماندن. از اینجا بیرون شدن نمیتونن. مطمئن نباش. بوساد، ارکان، از او را برین، حالا بیاد اگه بیاد هر که شما را کسی دیگه از بین ببرن نمیمونه. عبدالحی، عبدالحی شلیک نکن. دکتر امروز کارا بس کردیم، از ما چیزی نپرسین. وقتی که اینجا آوردن حتما در پیشو یک سلاح بوده. او کجاست؟ لباسنش در اتاق ما. صبر کو. تو به خدایا بالاخره چشمایت باز خواد کدی حیدر. تمام شب خواب نکده خانم دکتر.
امیال خوابش برده. دواها را دقیقا در وقتش برش میدیم. قسمی که شما گفتین زیاد پیشش رفت آمد نمی کنیم، اکثرا به حالت خودش میمانیمش. درست است خانم دکتر، باز شام بخیر میبینیم. یانگا، دکتر چی گفت؟ میگه 24 ساعت اول مشکل ترین لحظاتش است. همی که روز اولش سپری شد باز کم راحت تر میشه. چطور شد عبدالحی؟ پیروز از پیش ما فرار کرد. او شما را شناخت؟ وضعیت رئیس چطور است؟ خوب نیست. باید امروی رئیس گپ بزنیم. فعلا نمیشه عبدالحی. پولاد ده حالت نیست که شما را کمک بتانه. بسیار موضوع مهم است یانگا. رئیس باید از این قضیه خبر شود. از صحت و از زندگی رئیس کده مهمتر است؟ با مو اندازه مهم است یانگا. رئیس، پیروز از پیش ما فرار کرد. او میفهمید که ما برشان دام مانده بودیم. پدرمشان؟ رئیس، ما به خانه نفر روان کردیم. این قسم امکان نداره. عبدالحی مرا باز کنین، دست ما باز کنین. او پیروز دیوانه است. زندگی دخترم، از پدرم، از مادرم به خطر مواجه است. اگه مرا باز نکنین و اونا را چیز شوه، هیچ وقت شما را نمی بخشم. محافظین کجا سن عبدالحی؟ پدر، خوب هستین؟ ما از جد نرفتم بچه‌م، چیزی شده؟ پدر، محافظین جای روان کردین؟ کجا روان کنم بچه‌م؟ در جایشان نیستن؟ الف و مادرم کجاست؟ مادره در داخل است و الفم در اتاقش خواهو است. خوش آمدی بچه‌م. خوش باشین مادر جان.
مادر سریلفه چی شده؟ ساتیری میکا دفتید. مادر چرا برم زنگ نزده؟ طفل است دیگه بچیم، هر وقت که افتید به تو زنگ بزنیم. پایدار باید در خواب ما اومدیم. واقعا اومدیم دخترم. پایدار جون یا گقا بر ما نمیگی که چی شده بچیم؟ چیز مهم نیست پدر، فقط کمه به تشبیش شده بودم. ببینین ما مثل شما حادثه کردیم. زیاد درد میکنه دختر. پیش حادثه شما از من خود چیزی نیست، هیچ چیزی نمیشه. بله دختر. ببینو من رو رسابی کردی؟ هنوز خلاص نشده، وقت خلاص شد باز ببین. لیلا من جاهد، یک بار با لیلا زنگ بزن، بپرس که از بیرون چیز کار نداره. فهمیدم رئیس. من رو یک دفعه پیش لیلا میبرین پدر. بله دخترم. مادر جان لباس های الفا تبدیل کنین، لوازم ضروری تانو بگیرین، شما را به یک چند روز خارج از شهر میبرم. بولاد اقدر ما را نرن جان، زود باش بگو که چی شده بچین. مادر کلان شما نمیخواین که پیش لیلا بریم؟ بریم مادر کلان لطفا. درست است میریم دخترم، اما اول باید دوست رویت پاک بشوی. حالا دیگه دیدین پدر کلان، من گفته بودم که پدرم سالگیره و پراموش نمیکنن. خانه لیلا برای محفل میگیرن. البته فراموش نمیکنه دخترم. ده اونجا چی هست بولاد؟ چیزی نیست پدر، چیزی نیست. سواش چرا اینا را ایجا ایتصاد کردی؟ بیادر اینا به خاطر جنگیدن به دستور شما آماده هستن. اینا به دستوری ما می جنگن. ایراز این رو بیرون بنداز، ما با آدم های ترسو کار نداره. برو تو مرا با چی آدم های مقابل میسازی سواش؟ متاسف هستم. لعنتی تو چی کردی؟ بیادر ما تو را واقعا دوست داریم، زندگی ما فدایتان. دستم فدا میکنی؟ ایراز چاقوی تبته. این خال کوبیره هر کس سر دل خود زده نمیتونه.
اول باید لیاقتش داشته باشی. باید ثابت بسازی که از هیچ چیزی نمیترسی. این خالکوبی را هر کس که ببینه بگه که این نفر دل شیر داره، شیر که پیروزی را با دستای خود خالکوبی کنه. ایراز، ای کار هر کس که باشه پیدایش میکنی، زود چشمایش میکشی که دوباره تکرار کده نتانه. سواش، دستی بچه را بسته کن که از کم خونی نمره. لیاقتش داره، دستش که خوب شد من خودم برش خالکوبی میکنم. کارتا را خلاص کنه که میریم، فولاد علم داره منتظر نمیمونیم. نفر تا اتاق خواب دخترم آمده. عبدالحی، تو چه قسم ازشان محافظت میکنی؟ رئیس یگانه رای نجات از پیروز همی است که بکشیمش. پس میکشتنش؟ رئیسی نفر دگر خم است. چی شد عبدالحی؟ او لعنتی تو را زیاد ترسانده. بله رئیس، ترسان. او چند نفر ما را کشته، حتی تا اتاق الف رسید. به خاطر چی؟ به خاطر ماندن یک رسم. تو یک دیوانه را تا حال دیده بودی رئیس؟ با دیوانه گیرب نداره عبدالحی. به نظر خودش خدا به ما نشان داده، نشانی جایی را که منتظر ما از نوشته. گفته اگه میتونی پس بیا. رئیس بریم او را بکشیم. بریم عبدالحی، اما به کشتنش نی، باید جواب کارش بدیم. دکتر، اتاق حیدر چرا قفل است؟ ما چی بفهمم؟ از استاد بپرس. در داخل بدون حیدر دیگه کی است؟ او دختر است. آینه را دروازه را باز کن. حیدر، ای گپا فقط بین خود ما باشه. نمیخوایم کس از این موضوع خبر شوه، فهمیدی؟ دروازه چرا قفل بود آینورا؟ تو چرا اینجا آمدی؟ باید استراحت کنی. اگه متوجه باشی از چیزی پرسیدم. تو هم اگه متوجه باشی مام جواب ندادم. دکتر بسیار رفت آمد میکنه آکف. من خواستم که قفل کنه. در مورد رئیس بحث میکردیم، نخواستم که بشنوه. تو چطور هستی؟ گروهی را که میخواستن خارج از ناتو حملات مسلحانه انجام بتن تصفیه کردیم دوستا، و گروه جدید کسایی هستن که به اهداف و برنامه های ناتو کاملا باورمند هستن. ما از شنیدن این گپ خوش شدم سنجر. خوبی که ترکیه از پیمان ناتو خارج نشه، باور کنین که برای ما بسیار اهمیت داره. هشدارای ما را پنتاگون در زمانش اصلا جدی نگرفت، اما فعلا خودشان به صراحت کامل مشاهده میکنن که چقدر کارهای نظامی مخفیانه صورت گرفته. محترم، برای تطبیق سیاست ما در منطقه این مدت زمان لازمی بود. تغییرات در دولت ترکیه برای کشورهای دیگه منطقه یک امید است.
دکتاتورای شرق میانه هم بر آمریکا هم بر ما امن بود. فکر میکنم حالا تقریبا اینا فهمیدن که دموکراسی کیها را به قدرت میرسانه. در این منطقه دو متحد واشنگتن وجود داره، ما و اسرائیل. مجبور هستیم که دوباره روابط خود برقرار کنیم. ما هم از همین خاطر میخواهیم که ترکیه باید با ناتو بسیار وفادار باشه. هر لحظه که کمک های لازم انجام بتن، ما هم ثابت میسازیم که در منطقه ترکیه یک قدرت بسیار بزرگ برای ناتو است. ای کمه با سازمان وابستن ساق و سنجر؟ با ذکر نام سازمان درست نفهمیدم که منظورتان از خودتان است یا از ایران و یا هم از اروپا. ما برای پایان دادن آتش بس از جان دل حمایت میکنیم، اما تسلط ایران بالای سازمانه، ما به حیث تهدید در برابر منافع ملی و شخصی خود میپنداریم. ما بسیار خوب میفهمم که منظورتان چی هست. تا وقتی که از میان سازمان اتباع کشورهایی که با ما متحد نیستن نابودشان نکدیم، اجازه نمیتونم که با اونا یک جا شویم. فاروق خواستم مرا ببینم. منتظر شما بودن، بفرمایید. عزلم خانم، شما خیره میفهمین به خاطر چی اینجا دعوت شدین؟ هیچ کدام نظر ندارم آقا. من میخواستم بررسی کنم که سقوط هواپیمای ما کدام واقعی عمدی نباشه. عزلم خانم، آقا ای برای ما چی رب داره؟ میخواهیم در این مورد نظرتان رو بفهمم. باید براتان بگویم که ده تو یک موضوع حساس، ای حادثه رو اصلا یک تصادف فکر نمی کنم آقا فاروق. یگانه چیزی که در این حادثه مرا خوش ساخته ای است که خدا را شکر در این حادثه شما را از دست ندادیم. این همه یک تصادف است آقا. من با دوستای ما یک جا او روز در مو هواپیما می بودم، اما در جریان رفتن به طرف میدان هوایی حادثه ترافیکی کردم. بسیار ناراحت بودم که همراه دوستا و همکارایم رفتن نمی تانم. اصلا احساس خوشی نمی کنم. کاش که دوستای من به یک شکل در او هواپیما نمی رفتن. ادامه دادن پروژه هایی را که دوستای من ناتمام ماندن به معنای زنده نگه داشتن نام اونا هست. در این باره سرتون اعتماد دارم. صبر کن، هنوز چند روز به سالگیریت مانده. مامی بابام پدرم از امیالی برام تحفه گرفت. خب بگو که چی میخوایی؟ چی در فکرت میگرده؟ گفتنم میتونم. هر کس که مرا زیاد دوست داشته باشه میفهمه من چی میخوایم. جانم چرا همراهی ما نیستن؟ کجا رفتن؟ کم کار داشت جانم، کارش که خلاصت میایه. We'll be right back.
کدامتان در اطراف دخترم میگرده؟ درباره کسی که زندگی دخترت بخشیده میپرسی؟ او مستم. برام تو یک چیز بگو که زندگی تا ببخشم. ما بخشش خوش ندارم، اما امرایت کدام مشکلم ندارم. پولا دلم دار، عادله برای مبته. از رای که آمدیم پس میرم. این میدان بازم با تو میمانه. مرا برات معرفی نکدم. تمام افراد تقبیهن از پیش ما کسی را گرفتن نمیتونی. پولا دلم دار، بخاطر یک آدمی پیر خدا و گروه خدا دبلا ننداز. بانکی عادله گرفته بره. تو کی هستی که ما را از بین ببری شغال؟ این بچه را خوب تربیه کردی، اما یک کمی نقصم داره. نمیفهمم که بجای اجرا نکردن دستور از بین بردن بعضی اشخاص بهتر است. اگه به خاطر ما او قرار فدا میکرد، حال امرای تو نه، امرای اسرائیل گپ میزدم. عبدالحی تو امروز هیچ گپ ما در زمین ننداخت. تو تشویش نکو پیروز، فقط به خاطر که نزدیک دختر ما شده بودین تو را با افرادت یک جا میکشتم. اما وقتی که تو قجوان مردی کدی، مام زندگی تو را میبخشم. اگه میخوای زندوانی در طول 24 ساعت ترکیه را ترک کن. پولا دلم دار، تو واقعا فکر میکنی که مرا کشته میتونی؟ حالا او چشمت هم نمیبینه نه؟ ما برات میگم، بالای او چشم کورت یک نور سرخ است. او نور است فنگ قرص که در تپه پشت سر مخفی شده. اگه بخوایم تو را همی دقم میکشم. کافی از دست ما بلند کنم و بس. صبر کنین، صبر کنین. کشتن نمیتونی پولا دلم دار، این خلاف اصول توست. اگر نه وقت مرا میکشتی. میفهمی که ما زندگی دخترت بخشیدیم، از او خاطر تو دسته ایچ وقت بلند کده نمیتونی. نظر به ای که تو قدر مرا مشنسی، ایران میفهمی که آقا عادله برات نمیتون. چرا ناق خدا خستم میسوزی؟ اما قسمه که تو از خود اصول داری، ما هم دارم، پولا دلم دار. من خوش دارم وقتی که کسی را بکشن طرف چشمایی سعی کنم. پولا دلم دار، اما من خوش ندارم کسی را که میکشم مدیون او بانم. از او خاطر تراله نمیکشم. و حالا برات اجازه میدم که از اینجا بری. در زندگی خود برای بار اول یک کار عاقلانه کن و از این فرصت استفاده کن. به همینجا کار ما خلاص شد. گفتم به همینجا کار ما خلاص شد عبدالحی. راز، اینا بسیار مرا آزار دادند.